با بهترین درودها بر شما هم میهنان هماره همراه ایران فردا 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک و مروری بر آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب واکنش ها به تعیین تکلیف نهایی فرجام برجام و تصویب طرح اجرای برجام در پارلمان ایران باستاب اظهارات امید آفرین حسن روحانی مبنی بر لغو کامل تحریم ها تا دو ماه آتی تأکید و تأیید روح الله حسینیان بر تهدیدش علیه مردان هستئی کابینه روحانی و دفنشان در نیروگاه عراق و پوشاندن با سیمان فراز و فرود بورس تهران در حوزه های منطقه ای کماکان تنش حول حملات روس ها در سوریه و نگرانی های ائتلاف آمریکایی بروز دقدقه های انتخاباتی در دستوی طیف سیاسی ایران کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تازه ترین مورد در سوریه و در حوزه فرامنطقه ای آغاز راند نخست رقابت های انتخاباتی آمریکا میان دو نامزد نامیه، حزب دموکرات در ایالت نوادا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه شنبه 22 ماه مهر ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه ها مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده امشب به روال معمول همه شبها کشته شدن دو فرمانده سپاه پاسداران دیگر تنها چند روز پس از کشته شدن حسین حمدانی بر صدر رسانه ها و خبرگزاری های داخل ایران جای گرفت بنابر گزارش خبرگزاری های ایران سرتیب فرشاد حسونی زاده و سرتیب حمید مختار بند از اعضای ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که این دو نفر توسط نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش کشته شدهاند. اند. بنابر گزارش این خبرگزاری و سایر رسانه های داخل ایران حمید مختاربند مسئول سابق ستاد تیپ یکم حضرت حجت اهواز در سوریه کشته شد. تیپ سابرین که زمانی زیر نظر آقای حسونی زاده اداره میشد شد یگان تکاوری ویژه نیروی زمینی سپاه است که مسئولیت آن انجام عملیات های ویژه در محدوده جغرافیای ایران است ادامه می دهم ده با سایر مطلب برگزیده از جمله موضوعات پیشا انتخاباتی که نماینده به نام خباز گفت مردم نگران نحوه برگزاری انتخابات از سوی فرمانداران عهد احمدی نژادی هستند یک نماینده ادوار مجلس تصریح کرد که نباید انتظاری که از استانداران دولت خاتمی داشتیم را از استانداران دولت روحانی داشته باشیم محمد رضا خباز نماینده اسبق کاشمر در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران یا ایلنا درباره نارضایتی مردم از برخی استانداران گفت که بارها ما با این مسئله مواجه شدیم که مردم استانداران دولت روحانی را رو با به استانداران دولت خاتمی مقایسه می در حالی که معتقدم نباید انتظاری که از استانداران دولت خاتمی داشتیم را از استانداران دولت روحانی داشته باشیم این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه اظهارات خود افزود وقتی عبدالله نوری وزیر کشور خاتمی شد در پانزده روز 28 استاندار را عوض کرد و بعد وارد مجلس وقت شد و گفت حالا من را استیزه کنید من معمولیتم را انجام دادم و اگر استیزه هم بشوم دفاع جانان این نخواهم کرد چون وزیر بعدی که بیاید استانداران قدرتمند من را تغییر نخواهد داد و بعد از آقای نوری موسوی لاری آمد و دولت طولانی هم داشت ایشان با اشاره به اینکه دوران نمایندگی خود را در کنار حسن روحانی کار کردم و معتقدم روحانی اصولگرایی است که بهتر از اصلاح طلبان مطالبات اصلاح طلبان را پیگیری می کند اشاره می کرد که نباید سطح انتظارات از ایشان در سطح انتظار از دولت خاتمی باشد و باید با دولت هاشمی مقایسه اش کرد که از هر دو جنا نیروهایی استفاده کرده بود خباز با اشاره به بالا رفتن سطح انتظارات مردم بعد از دولت خاتمی گفت به هر حال انتظار مردم از دولت بالاتر بود چنانچه بسیاری از همشهریان ما از تغییر نکردن فرمانداران کماکان گلمندند و اعتقاد دارند نباید انتخابات را فرماندار احمدی نژادی برگزار کند همینک و در بخش میانی برنامه ورق میزنیم روزنامه های امروز ایران رو با مطالب برگزیده یم شب همونگونه که انتظار میرفت تصویب برجام و تعیین تکلیف نهایی فرجام برجام در اشکال مختلف اما از تیترها و تصاویر نقش یک صفحه یک عمده روزنامه های امروز بود روزنامه های نزدیک به دولت و طیف موسوم به تحول ایرانی همگی یک پارچه با ابراز شادمانی و خرسندی به استقبال این توافق مجلس و دولت رفتند و روزنامه های نزدیک به گروه های افراتی و لایه های وابسته به نهادهای رهبری به نحوی در یادداشت ها گزارش ها و همینطور عناوین صفحه یک به ابراز مخالفت پرداختند. دو واژه اشک و لبخند نیز بالاترین میزان حضور را در تیت ها داشت همچنان که 15 و 20 دقیقه و تصاویر رسایی و زاکانی عکس های صفحه یک روزنامه ها بود در این میان روزنامه آرمان در گزارش اصلی امروز از کیشومات جبهه پایداری گروه تندروی مجلسی که به حلقه مصباح یزدی نزدیک است در 20 دقیقه طلایی خبر داد و نوشت که اشک دلواپسان درآمد همان گونه که میبینید حمید رسایی و زاکانی دو تن از چهره اصلی مخالفان توافق هست را مقموم و ورشکسته نشان میدهد که مشغول تسبیح زدن روزانه خیشند یک کلاهبرداری جدید 800 میلیاردی نیز در این روزنامه گزارش شده بود که به تناسب زمان چنانچه وقت باشد در طول برنامه های از آن را نیز با هم بازخانی خواهیم کرد ادامه میدهم و ورق میزنم با دیگر روزنامه ها دیگر روزنامه اصلاح طلبان آفتاب یزد نیز تندروهای مجلسی از جمله حمید رسایی و زاکانی را بسان لشکریان شکست خورده نشان میداد که از این شکست به عنوان کمای سیاسی یاد کرد در سوی دیگر باستا به اظهارات تازه روح الله حسینیان بر شبهات و شک ها در عرصه بداخلاقی های سیاست در سپهر سیاسی ایران افزود تا جایی که آفتاب یزد به نقل از حسینیان نوشت که تهدیدم علیه صالحی جدی بود فراز و فرود بورس و نوسانات اقتصادی علی رغم وعده ها و ابراز خوشبینی های شخص حسن روحانی همچنان ادامه دارد تلاطمی عجیب در روزنامه های امروز ابرار اقتصادی از افزایش نگرانی معاملهگران بورس خبر داد و در سوی دیگر از کسری 35 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال 94 نیز پرده تازه کنار زده بود این در حالی است که دیگر روزنامه تجاری اقتصادی کشور با نام تجارت تلاش کرد که موضوع توافق اتمی و تصویب برجام را به بورس گره بزند و با ابراز خوشبینی از تصویب برجام در مجلس از لبخند تالار شیشه ای به تصویب برجام در مجلس نوشت ابراز خوشبینی نسبت به بهبود اوضاع بورس ایران بود دو روزنامه ابتکار و اعتماد هر دو تمام هسته ای آراسته شدند و تا حدودی نیز با مزامین و واژگانی مشابه جواز برجام با عشق ها و لبخند ها عنوان اصلی اعتماد بود و ابتکار خبر داد که فرجام برجام اشک دلواپسان را درآورد. روزنامه اعتماد به نقل از ظریف خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای دست دادن با روحانی برنامه ریزی کرده بود این روزنامه صحنه ای از گریستن علی اصغر زارعی یکی از نمایندگان تندروی منتصب به جبهه پایداری را نیز نشان می که پس از تصویب برجام گویی یا گریه می کند و اما روزنامه بهار خانش دیگری از نشست دیروز را تیتر تحلیلی خود برگزید. همون گونه که می‌بینید جدایی از همه چهره‌های نمایشی همچون زاکانی و یا رسایی علی لاریجانی را صدر نشین صفحه یک روزنامه امروز ساخت و در این گزارش اصلی از بازی لاریجانی با تاکتیک پایداری ها خبر داد این روزنامه در این گزارش تحلیلی در بررسی جزئیات تصویب برجام معتقد بود که تصویب آن با مدیریت علی لاریجانی رئیس مجلس ایران ظرف 20 دقیقه انجام شد و در این میان گلایه دلواب حسان را نیز منعکس کرد که گویا شکایت داشتن این تصمیم لاریجانی شمخانی و هجازی است لازم به توضیح که در واپسین دقایق جدالهای برجمی گویا شخصیتی با نام علی اصغر هجازی پردهدار دور و دیر بیت رهبری ظاهر شد و در این میان گمانه ها قوت گرفت که فرستاده یا یتالا علی خامنه ای رهبری ایران پیامی پنهان از آستان بیت رهبری آورد که تصویب برجام را ضروری تر ساخت و و بدین روی طی 15 تا 20 دقیقه انجام شد. <متصفيق> حمایت وابسته به فقیه آمولی لاریجانی رئیس قوه قضائیه منصوب علی خامنه است که در تیتر تعنه زد و نیشالود نوشت تصویب جزئیات اجرای برجام در 20 دقیقه که گویا اشاره داشت به احتمال دستوری بودن اجرای آن از سوی فرامین مقامات مافوق مجلس و یا روزنامه قدس که آن هم از فرجام در 20 دقیقه خبر داد و اما در این میان نکته جالب آن که روزنامه وطن امروز حتی از 20 دقیقه نیز کمتر این 20 دقیقه رو فاکتور گرفت و صرفا با یک کلمه تیت زد که میبینید یک روب این روزنامه نزدیک به احمدی نجادی ها و از مخالفان سرسخت توافق اتمی ایران در گلایه نگاشتی مدعی شد که با ممانعت علی لاریجانی از ارائه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان جزئیات طرح اجرای برجام مهمترین پرونده سیاست خارجی کشور در 15 دقیقه تصویب شد در این میان تمامی روزنامه های اردوگاه راست به سرپرستی و فرماندهی کیهان شریعتمداری مداری تا حدودی تیترهای مشابه برگزیدند و خشمشان از تصویب برجام در متنها و تیترها مشهود بود تصمیم پانزده دقیقه مجلس برای پانزده سال کار نمایندگان در سه سود تمام شد که تیتر کیهان بود و یا روزنامه جامع جمع تصویب برجام در 15 دقیقه دیگر عناوین آکنده از خشم و تن آکند روزنامه های اردوگاه راست افراتی در روزنامه های امروز بود و اما سرمقاله ها حکایت های دیگری از اوضاع ایران دارند صادق زیبا کلام معتقد بود در حال حاضر در میان ملت سوال دیگری پس از برجام شک میگیرد که با تصویب و اجرایی شدن برجام و بالا رفتن انتظارات مردم دولت برای مدیریت بهتر چه راهکارهایی دارد این سوال دامنگیر خواهد شد زیبا کلام معتقد بود که ما در کشور با یک سری مسائل اقتصادی بنیادی دست به گریبان هستیم که چه برجام به اجرایی شدن برسد و چه نرسد تغییر مثبتی در اقتصاد ایران اتفاق نمی افتد این استاد دانشگاه در پاسخ به این گمانه نتیجه می گرفت که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این اقتصاد حاکم است تحول مهمی نیز به وجود نخواهد آمد از منظر ایشان خطای وحشتناکی است که فکر کنیم پس از برجام اقتصاد ایران گلستان می شود چرا که بایستی از کشورهای دیگر برای پیشرفت خود الگو بگیریم و ببینیم آنها چه کردند و با الگوگیری مناسب برای توسعه اقتصاد آزاد بیاندیشیم تا آن روز به زمه و هیچ ورد و معجزه مشکلات ساختاری ایران را حل نمی کند و اما در این راستا روزنامه بهار در تحلیل اقتصادی شماره امروز به قلم احمد خرم از مردان عهد اصلاحات در دولت خاتمی معتقد بود که اهداف اقتصادی دولت از همان روز اول انتخاب اعلام شد از همان روزهای ابتدایی اعلام شد که بین تورم و رکود کاهش نرخ تورم اولویت است فسادهای سازمان یافته دولتی همچنان در اشکال مختلف در روزنامه های اصلی خاصه در روزنامه های تحول باستاب داشت از بابک زنجانی و تقاضای تازه اش تا اظهار موضع وزیر نفت ایران مبنی بر حرامخواری های نفتی که در تمامی رسانه ها بزرگ داشت در این میان روزنامه شرق به نقل از مدیر امور حقوقی شرکت نفت خبر داد که زنجانی یک سنت هم واریز نکرد و در ستون دیگر به نقل زنگنه وزیر نفت به خنده های زنجانی با عصبیت جواب داد که نفت جای حرامخواران نیست روزنامه روزان نیز وزیر نفت را بر صدر صفحه نشان هشدار ایشان به رواج حرام خاری را تیتر برجسته ساخت و یا روزنامه تعادل از موریانه فساد مالی که کشور ایران را به تدریج نابود می کند نوشته بود در همین راستا اما هم برخی از روزنامه ها گزارش های تازه از بابک زنجانی منتشر کردند. از جمله وکیل مدافع بابک زنجانی متهم پرونده نفتی از درخواست موکلش مبنی بر ارجای پرونده به کارشناس زیسلا در امور بانکی به ویژه امور بانکی بین خبر داد رسول کوه زاده اظهار کرد درخواستمان را به صورت کتبی ارائه کردیم تا موضوع به کارشناس زی ارجاع شود و که مدافع بابک زنجانی در ادامه اظهارات خود اشاره کرد که یکی از نقایص جدی در این پرونده همین مسئله کارشناسی است از آنجا که بانک مرکزی خود در پرونده زینف است نظرات کارشناسی آن فاقد وجاهت قانونی است و برای احراز واقعیت در صورت صلاحدید دادگاه بهتر است کارشناسان رسمی دادگستری مستقل بیطرف و زیسلا در امور بانکی و تجارت بین الملل اظهار نظر کنند کوهپای زاده وکیل مدافع بابک زنجانی همچنین اضافه کرد که ما برای سطر به سطر این پرونده دفاع قوی و مستدل داریم گویی یا به نظر میرسد که در واکنش به اظهارات آقای زنگنه باشد که گفت نفت جای حرامخواران نفتی نیست و با اشاره به لبخندهای های پی پیاپی این متهم نفتی که همه را به سخره گرفته بود در دادگاه وکیلشان در پاسخ به اظهارات خشمگین وزیر نفت این اظهارات رو ارائه کرد در هر روی در جلسات برگزار شده دادگاه که فرخواست سه متهم اصلی پرونده از سوی نمایندگان دادستان قرائت شد و در نهایت گویا پس از پایان قرائت کیفر خواست قاضی سلواتی ضمن موافقت با تقاضای استمحال وکلای متهمان مبنی بر مطالعه پرونده تاریخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه را نهم آبان اعلام کرد کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با گزیده های از روزنامه های مختلف روزنامه ابتکار سرمقاله اصلی شماره امروز با عنوان گام بعدی برجام گام بعدی دلواپسان به قلم علی محقق نوشت و در تجزیه و تحلیل رفتار دافع آمیز گروه تندروی موسوم به دلواپسان نوشته بود که اصرار عجیب این طیف کمجمعیت و پرسر و صدا به اختلاف افکنی در سطوح ارشد سازمان سیاسی کشور و دو قطبی کردن فضای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس دهم و کارشکنی بیوقفه در مسیر کار دولت شکستن مرزهای اخلاق و قانون و دیگر شواهد موجود است که حتی با تصویب اجرای برجام و تبدیل شدن آن به قانون فتیله مخالف خانی های داخلی پایین کشیده نخواهد شد که در واقع گویا پیشبینی بحران های سیاسی بیشتری را پس از برجام می کرد از این نویسنده مورد لحاظ قرار داده بود و در وقت باقی مانده و پایانی برنامه امشب با تک خبری از رقابت های انتخاباتی در آمریکا برنامه را پی میگیریم نخستین راند رقابت میان دموکرات های آمریکایی در لاس وگاس آمریکا بین هیلاری کلینتون و ساندرز هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین دولت اوباما و همینطور برنی ساندرز سناتور ورمانت جیم ویب سناتور پیشین ویرجینیا و مارتین اومالی فرماندار پیشین مریلند و لینکلن چیفی سناتور پیشین رودایلند در این مناظری جمعی شرکت کردند. امیدهای اصلی برای هدایت نهایی هیلاری کلینتون و همینطور سندرز هستند. موضوعاتی همچون بحران سوریه ضرورت انتقاد به ولادیمیر پوتین و حملات روسها در سوریه و همینطور ایجاد منطقه پرواز ممنوع در خاک سوریه مهمترین موضوعات مورد بحث این دو رقیب اصلی بود زمینه که موضوعات اقتصادی نیز جای بالایی داشت تا جایی که خانم کلینتون در نقد باب سندرس گفته بود که من مخالف دانمارکی شدن Not at all. On that issue, Senator Bernie Sanders had a tense back and forth with Martin O'Malley. We can raise our voices, but I come from a rural state, and the views on gun control in rural states are different than in urban states, whether we like it or not. Senator, it was not about rural it and exactly urban. About Have you rural. ever been to the Eastern Shore? Have you ever been to Western Maryland? The candidates also disagreed on the best way to move forward in the ongoing conflict in Syria. I would um, not be so quick to pull for a military tool. I believe that a no fly zone in Syria at this time, actually, Secretary, would be a mistake. What I believe and why I have advocated that the no fly zone, which of course would be in a coalition, و با این خبر کوتاه از ایالات متحده آمریکا وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که همچون همه شب مشروح آخرین خبرها و گزارش از چهار گوشه جهان است این جانب از محضر شما خوبانه هماره همراه ایران فردا خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و ورقهای تازه از دفتر صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود